بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. عيد سعيد قدير بر همه مسلمان ها، بر همه مؤمنین، بر شما دوستان و بر ملت ایران انشاءالله مبارک باشه. عید بسیار مهمی است. حادثه قدیر جزو حوادث و وقایع تردیدناپذیره. حالا در جزئیات و گوشه کنارهاش در طول تاریخ بعضی از نویسندگان و تاریخ نویسان و امثال اینها یه تردیدهایی سعی کردن ایجاد بکنن که پاسخ داده شده همه اینها. لکن اصل این واقعه و اینکه رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حادثه امیرالمومنین رو با این عنوان من کنت مولای و هادا علی مولای معرفی کردن، هیچ تردیدی نیست. جزو وقایع تردیدناپذیر. نه اینکه حالا اینو ما بگیم، این رو علمای بزرگ اهل سنت، نویسندگان، روشنفکران، اون نویسنده معروف مصری عبدالغنی حسن که یکی از تقریز نویس‌های بر القدیر علامه امینی است، او مثلا از جمله چیزایی که میگه، میگه هیچ تردیدی در واقعی قدیر نمیشه داشت. یکی از مسائل مهمه. عید قدیر هم از همون قرون اول اسلامی یک عید رایج بوده. مواردی در تاریخ هست که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر ذکر میکنن که در فنونجا نوشته این حادثه اتفاق افتاد و کان ذالک یوم القدیر یا یوم الثامن عشر من ذی حجه، مثل الحجه مثلا. یعنی موارد متعددی رو در تاریخ اسلام از همون صدر اول به عنوان عید قدیر ذکر کردند، در خلفای فاطمی، در مصر، در جاهای دیگه. و مرحوم علامه امینی این روایت قدیر را، حدیث قدیر را از 110 نفر از صحابه ایشون نقل میکنه. یعنی روایات متعددی با سندهای معتبر وجود داره که به 110 نفر از صحابه میرسه. که چیز مهمی است این، که این عده قابل توجه از صحابه این حدیث رو نقل کردن، این حادثه رو نقل کردن. علاوه بر این احتجاجات خود امیرالمومنین، اینم خیلی مهمه. این امیرالمومنین اون زبان صادق، اون بیان ناطق عن الله، در موارد متعددی احتجاج کرده در مقابل مخالفین خودش به ماجرای قدیر. از جمله در صفین ایشون یه خطبه میخونن برای اصحاب خودشون، امیرالمومنین علیه السلام، و اونجا شرح میدن حادثه قدیر رو. میگن پیغمبر اینجور گفت و اینجور ایستاد و فلان، بعد گفت قم یا علی، علی جان بلند شو. من بلند شدم، دست من رو گرفت و گفتش که خدا ولی ماست، من رو ولی شما قرار داده و هر کسی که من ولی اون او هستم، مولای او هستم، این علی مولای اوست. اینو خود امیرالمومنین ذکر میکنه. انشاءالله که این عید بر همه مسلمانان مبارک باشه، بر مردم عزیز ما هم مبارک باشه، و انشاءالله که دلهای خوشی مردم پیدا کنن، مشکلاتی هست برطرف بشه انشاءالله. خب این جلسه برای خسته نباشیده به آقایان اعضای دولت، چه اونایی که 8 سال بودن، چه اونایی که کمتر بودن. و این رو بدونید هر کسی
که به قصد خدمت یک حرکتی انجام داده، خدمت به مردم و کار در راه خدا. این در دیوان الهی فراموش شدنی نیست. هیچ جا ممکنه ثبت نشه اون زحمتی که یکی کشیده، هرسی که خورده برای یک مسئلهی، تلاشی که کرده. ممکنه کسی هم ندونه، جایی هم ثبت نشه، گفته نشه. اما کرام الکاتبین میدانند و خدای متعال علمش احاطه به همه چیز داره. هر کسی برای خدا کار کرده، برای خدمت مردم کار کرده، با اخلاص کار کرده، بدانه که سعیش ضایع نشده است و انشالله نزد خداوند متعال ماجوره. ذخیره واقعی اینه. این ذخیره واقعی دوران مسئولیت اینه. اهل دنیا از مسئولیت ریاست و وزارت و مدیریت و امثال اینها استفاده میکنن برای اینکه برای دنیای خودتون چیزی ذخیره کنن. یه جایی جاپایی برای خودتون درست کنن، یه ممری برای آینده خودتون درست کنن. میبینید دیگه، در دنیا معمول این کار. در منطق دین و فرهنگ اسلامی نه، اینجوری نیست. ذخیره، ذخیره اخروی است. امیرالمومنین علیه السلام یه عبارتی دارن که من اینجا یادداشت کردم، در فرمان به مالک اشتر، در همون اوائل فرمان به مالک اشتر که میدونید دیگه خیلی طولانی و مفصله، در همون فقرات اول عبارتی که ذکر میکنن این فرمانند: فلیکن احب الذخایر الیک ذخیره العمل الصالح. بهترین، محبوبترین ذخیره ای که تو در این ماموریتی که به تو دادیم برای خودت میخوای فراهم بکنی، ذخیره عمل صالح باشه. یعنی کار خوب انجام بده، عمل صالح انجام بده، برای خدا کار کن، تلاش کن، این رو ذخیره نگه دار. خدای متعال این رو برای تو نگه میداره و حفظ میکنه. اینه مسئله، این رو توجه داشته باشید. هر کسی که برای خدا کار کرده، چه من و امثال من بدانیم چه ندانیم، چه تشکر بکنیم چه نکنیم، اونی که برای خدا کار کرده، کار صالح کرده، اون ذخیره برای او محفوظ. خب، عمل کرده دولت جناب آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده. این اونی که ما تو این برهه زمان دیدیم، بعضی جاها بر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود. بالاخره بخش‌های مختلف تلاش‌هایی کردن، کارهایی انجام دادن که حالا تفاصیلی رو ایشون ذکر کردن جناب آقای رئیس جمهور. به هر حال فرصت خدمت یک نعمت. اینی که من و شما فرصت پیدا کنیم که خدمت کنیم به مردم، این یه نعمت بزرگ خداست. خیلی‌ها هستن می‌خوان به مردم خدمت کنن، امکانش رو ندارن. مثلا پول لازم داره، پول ندارن. قوای بدنی لازم داره، اون رو ندارن. نفوذ اجتماعی لازم داره، اون رو ندارن. جایگاه مؤثر و اثرگذار لازم داره، اون رو ندارن. شما که یه جایگاه اثرگذاری پیدا کردید، این رو بایستی قدر بدانید. این نعمت بزرگی است که خدا داده. و هر نعمتی هم شکری داره. شکرش این است که در این فرصت از همه توان برای خدا استفاده کنیم. محض رضای خدا برای امتثال امر پروردگار و در کشور ما، در جامعه ما، برای پیشبرد اهداف انقلاب. این اساس اینه. من اون روز به جناب آقای روحانی هم گفتم که مبنای کارها
باعث پیشبرد اهداف انقلاب باشه. ما یک کشور انقلابی هستیم، ما انقلاب کردیم، این مردم انقلاب کردن، جان دادن، تلاش کردن، سالهای سال زحمت کشیدن، با این همه خطر مواجه شدن و برخورد کردن و ایستادگی کردن برای خاطر اهداف انقلاب و مبانی انقلاب. باید برای این اهداف کار کرد، تلاش به هدف بایستی این باشه و با اون اهداف تطبیق بکنه. از تجربه های شما دیگران باید استفاده کنن. خب حالا یک تجربه رو من به خصوص یادداشت کردم، حرفیست که من مکرر با شماها و با مردم تکرار کردم، حالا هم همون حرف رو تکرار میکنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. این از این تجربه آیندگان باید استفاده کن. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمیکنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجایی است که امکانش ندارن. هر جا امکان داشتن ضربه زدن. این تجربه بسیار مهمی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعاً شکست می‌خوره، قطعاً ضربه می‌خوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید. اینه دیگه. نگاه کنید کارکرد دولت‌های 11 و 12 هم اینجوریه. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید، چون اونا نمی کنن دیگه، کمک نمی کنن، دشمن هم دیگه. هر جا نه، شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون راه افتادید از شیوه های مختلف. هزار تا راه وجود داره. اینجور نیستش که یک راه، نه، راه های مختلف وجود داره. انسان ها فکر کنن راه های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی پیدا خواهند کرد. هر جا اینجوری حرکت کردید، پیشرفت کردید و اینا. الان همین مذاکرات اخیر که اینم یه جمله‌ای بد نیست گفته بشه، آقا اینم در جریان مسائل هستید غالبا. در همین مذاکراتی که اخیراً در جریان بود، خب این همه دیپلمات‌های ما زحمت کشیدن، بعضی از دیپلمات‌هامون واقعا خوب ظاهر شدن تو این قضیه. آمریکایی‌ها بر سر موضع عناد آمیز خودشون محکم ایستادن. محکم ایستادن. یک قدم جلو نیم. رو کاغذ یا در مقام وعده میگن بله، ما تحریم‌ها رو برمی‌داریم. بر نداشتن و برم نمی‌دارن، شرط می‌گذارن. میگن اگر می‌خواید تحریم‌ها برداشته بشه، باید تو همین توافق الان یه جمله ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعداً باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. اگر چنانچه این جمله رو نگنجونید، ما توافقی با هم دیگه الان نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ای است برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه، من در این مورد بحث نمی‌کنم، مثلا سیاست کشور اجازه نمیده یا مجلس اجازه نمیده، خواهم گفت خیلی خوب، شما نقض کردید، پس هیچ، توافق بی توافق. الان روش اینا، سیاست اینها اینه. کاملا ناجوان مردانه و خباثت آلود برخورد می‌کنه. هیچ ابایی هم از
اینکه اون چیزی که قول دادن نقض کنن نداره. هیچ. یک بار توافق‌ها رو نقض کردن و کاملا براشون بی هزینه نقض کردن. الان هم گفته میشه که شما بایستی قول بدید، تضمین بدید که نقض نمی کنیم. میگن نه، ما تضمین نمیدیم. الان صریح میگن به دوستان ما، دیپلمات های ما، میگن ما تضمین نمیدیم که نقض نکنیم. نمیتونیم چنین چیزی رو بدیم. اینجوری یعنی این تجربه است. این تجربه دولت آینده، دولت مردان آینده، مردان فعال در صحنه، مردان فعال در صحنه سیاسی، ممکنه کسی جزء مسئولین دولتی هم نباشه اما در عرصه سیاسی فعال باشه، اینا باید اینو در نظر داشته باشن همیشه. این تجربه بسیار مهمی است که ما در این دولت و همیشه البته این تجربه رو این دولت بیشتر داشت پیدا کردیم و فهمیدیم. امیدواریم که خداوند متعال کمک کنه. وقت تمام شد. حرف هست. حرف برای گفتن. حرف زیاده، منتها مجال دیگه نیست. یه مقداری از وقت مقررمون هم گذشت. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه دوستان و برادران کمک کنه، توفیق بده که در هر جا که هستن بتوانن به وظایف دینیشون و انقلابیشون عمل کنن و هر جا هستن به معنای واقعی کلمه انقلابی باقی بمونن و برای پیشرفت به سمت اهداف انقلاب انشاءالله کار کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.